حقوق همسر در شریعت پاک ما دیده می شود که زن برای ما دختر، مادر، خواهر و همسر عطا می کند و شریعت اسلام چند عدد از حقوق هایی که آن را باید حفظ کرده شود کفالت می دهد. از جمله آن حقوق ها نفقه و به شوهر واجب است که آنها را به خوردنی ها و آشامیدنی ها تأمین بکند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و حق آنها بر شما این است که آنان را به خوبی و به اندازه توانتان خوراک و لباس بدهید. حدیث با روایت امام مسلم. و در حق لباس الله سبحانه و تعالی فرمود و خوراک و پوشاکی این زنان شیرده به وجه پسندیده در عهده پدر است. سوره بقره آیت 233. و اینچنین به شوهر واجب است که به جای استقامتی او را تأمین کند. الله سبحانه و تعالی فرمود در آن جایی که شما سکونت دارید و قدر طاقتتان ساکن کنید. سوره طلاق آیت 6. و اینچنین از واجبات شوهر این است که با همسر خود معامله خوب داشته باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما بعد از من بهترینتان به خانواده اش است. اینچنین از حقوق آنها عدالت در بین زنان، یعنی عدل در خانه، در نفقه، در لباس و در جای زیست باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که دو همسر داشته باشد و فقط به یکی از آنها رو بیاورد، روز قیامت در حالت به محشرگاه می آید که نصف بدنش کج و مائل شده به یک طرف است. حدیث با روایت ابن ماجه، ترمذی، نسائی و امام ابو داود.